سلام به شما. به خبر دستلو و طلو نیوز خوش آمدید. سرخط فشار روزگار روی شانه های زنان روزگار بدوش. یک زن در کابل ناگزیر شده تا با کراچی دستی اشیای مردم را از یک بخش به بخش دیگر انتقال دهد. جان وشتوکای مردم از دایی کنه میگه مادر اونو هر چیز میگره تو چرا به ما نمیگره؟ مره بسیار ناراحت میکنه این همیگه پیامینو کلوی مکتبونتون بر ما مادرم غلط بشه کتاب بگرم هم دست مکتب بریم. سیاه تر شدن روزگار مردم و طرح بالای تر احتمال میرود یک میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان از صندوق بازسازی آزاد شود. در افغانستان بانک از تصمیم بانک جهانی در مورد استفاده از وجوه صندوق بازسازی افغانستان استقبال نموده. هشدارهای جهانی از گسترش هراس افغانی در افغانستان، کابل اما رد میکند. باید امارت اسلامی افغانستان یک اجماع منطقوی را با کشورهای همسایه و منطقه در مبارزه علیه این گروه ها ایجاد کند. و نگرانی تاجیکستان از قاچاق مواد مخدر از افغانستان. من بهرام امان میزبانتان هستم. یک زن در کابل ناگزیر شده تا با کراچی دستی اشیای مردم را از یک بخش به بخش دیگر انتقال دهد. بانو سوسن گفته که 5 فرزند دارد و شوهرش از یک سال به این سو ناپدید است. در همین حال برنامه جهانی غذا نگران است که 95% مردم افغانستان را گرسنگی تهدید میکند. از دشواری های روزگار می نالد و نگران کودکان خردسالش است. سوسن مجبور است هم به داد کودکانش برسد و هم برای زنده ماندن خود و فرزندانش با کراچی دست داشته اش بارکشی کند. می دختره که مشتوکه که میگه جان مشتوکای مردم از دایی کنه میگه مادر اونو هر چیز میگره تو چرا به ما نمیگری؟ من میگم بچیم خیر است، خدا روزی رسان است. بازمی مره بسیار ناراحت میکنه این همیگه پیامینو. بانو سوسن 5 کودک دارد و هر روز با کراچی دست داشته اش کوچه به کوچه شهر میرود. از اینجا میرم چارای دو است، چارای دو میرم چارای بودخاک. باز هر جای میرم که کس در مارکید چیزا سبدا گرفته باشه باز امور در گراچی بار میکنم. این بانو 6 ماه می شود که از بلخ به کابل بیجا شده است و از بیمار شدن 3 فرزندش رنج می برد. کنار مکتبونتون برم و مادرم قلم بخرم کتاب بخرم و هم دست مکتب برم لباس مکتب نداریم. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که 95% از شهروندان افغانستان را خطر گرسنگی تهدید می کند. برنامه ما برای کاهش فقر مبتنی بر چند اصل می باشد. اولا تأسیس صندوق مالی، دوم جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و سوم همکاری های منطقه‌ای و فراهم کردن زمینه تجارت ارزان بین کشورهای منطقه. سازمان ملل متحد برای جلوگیری از بحران بشری و اقتصادی در افغانستان برنامه کمک 12 میلیارد دلاری را زیر بررسی گرفته است. نرندرا مودی نخست وزیر هند با شمار از شهروندان هندو و سیک افغان در دهلی نو دیدار کرد. شهروندان هندو و سیک افغان به آقای مودی دستیار، دستار و چپن که از لباسهای سنتی افغانستان هستند تحفه دادند. آقای مودی پس از پوشیدن لنگی و چپن گفت اگر آقای کرزی آن را ببیند بیشتر از هر کس دیگر شادمان خواهد شد. بانک مرکزی تصمیم بانک جهانی را درباره آزادسازی پول افغانستان از صندوق بازسازی ستایش میکند. احتمال دارد حدود 1 میلیارد دلار پول منجمد شده افغانستان از این صندوق آزاد شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که قرار است تا کمتر از 2 هفته دیگر بانک جهانی درباره آزاد شدن حدود 1 میلیارد دلار پول منجمد شده صندوق بازسازی افغانستان برای تمویل پروژه های همگانی در این کشور تصمیم بگیرد.
مدیریت بانک جهانی طرح را تصویب کرده است که راه را برای استفاده حدود 1 میلیارد دلار پول منجمد شده در صندوق بازسازی افغانستان در پروژه های آموزش، کشاورزی، بهداشت و بهبود وضعیت خانواده ها در این کشور باز می کند. هیئت مدیره بانک جهانی در اول ماه مارس در این باره رایزنی خواهد کرد. پس از آن نیاز است که تمویل کنندگان این صندوق آن را تصویب کند. در افغانستان بانک از تصمیم بانک جهانی در مورد استفاده از وجوه صندوق بازسازی افغانستان استقبال نموده و آن را گام ارزنده در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌داند. شرایط و منظور هزینه نمودن زیربنایی از این پول مساعد نیست، پس ما ترجیح می‌دهیم این پول بالای آموزش و پرورش در افغانستان هزینه شود. بانک جهانی گفته است که هدف از این کار پشتیبانی از افراد آسیب پذیر، نهادهای کلیدی اقتصادی و اجتماعی و کاهش نیاز به کمک‌های بشردوستانه در آینده است. بانک جهانی خواستار استفاده از این پول برای برنامه‌های مسئولیت غذایی، بهداشت و آموزش نیز شده است. این 600 میلیون هم به نظر به حاد بودن مسئله افغانستان و مسئله فقر و مسئله فاجعه و غیره بسیار میتونه کاری باشه. بدون شک مردم افغانستان در شرایط کنونی شدیدن به کمک های بشردوستانه و حمایت های جامعه بین‌الملل نیازمند می باشد. در گزارش رویترز آمده است که این پول بدون در دسترس قرار گرفتن حکومت سرپرست افغانستان به نهادهای مددرسان داده می شود. بدون یک دستگاه بزرگ مثل دولت واره این امکان نداره. شفافیتش در خطر می باشه و مقیاس و مقدار توزیع هم در خطر می باشه. در صورتی که در مجموع یک دولت مشروعیت لازم ملی و بین المللی داشته باشه و یک دولت تخصص محور باشه، خوب است که این کمک ها از طریق دولت صورت بگیرند. پیش از این نیز 280 میلیون دلار از صندوق بازسازی افغانستان به برنامه جهانی غذا و صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد در بخش تغذیه و صحت در افغانستان هزینه شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که خطر گسترش هراس افغانی از افغانستان وجود دارد. آنتونیو گوترش در نشست امنیتی مونیخ گفت شبکه القاعده و گروه‌های وابسته به آن در حال بازیابی قدرت از بحر آسیب رسانیدن به دیگرانند، اما حکومت کنونی افغانستان همواره حضور جنگجویان را در کشور رد کرده. 58مین نشست امنیتی مونیخ به روز جمعه با حضور سران 30 کشور و بیش از 80 وزیر در آلمان آغاز شد. بحران اوکراین در محور و اوضاع افغانستان هم در حاشیه این نشست سالانه قرار دارند. دبیر کل سازمان ملل متحد هنگام گشایش نشست مونیخ هشدار می‌دهد که ممکن است هراس افغانی از افغانستان به کشورهای دیگر گسترش یابد. القاعده و گروه‌های وابستهش در حال بازیابی قدرت از بحر آسیب رسانیدن هستند. خطرهای گسترش هراس افغانی به بیرون از افغانستان و نگرانی از هراس افغانی در برخی از کشورهای آفریقایی بیانگران است که هراس افغانان از خلای قدرت چی پیمانه سود می‌برند. باید امارت اسلامی افغانستان یک اجماع منطقوی را با کشورهای همسایه و منطقه در مبارزه علیه این گروه‌ها ایجاد کند. اما کابل همواره اطمینان داده است که هیچ کشوری از قلمرو افغانستان آسیب نخواهد دید. اسلامی امارت تعهد کرده دی چې د افغانستان له پولو څخه به چاته اجازه نه ورکوي چې د بهرنیانو یا هغو جهتونو چې تړون ورسره سوی د هغو په وړاندې له دې ځای څخه فعالیت وشي او له دې ځای څخه هغوی ته خطر پیښ شي. وزیر خارجه ایالات متحده هم در حاشیه نشست مونیخ با همتای قطریش درباره افغانستان گفتگو کرد. مشکل اساسی هم ایست که در افغانستان چون سازمان ملل و ناتو از افغانستان فعلا بیرون شده نیستند، یک کسی باشه که برای اونا جوابگو باشد. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران در یک رشته توییت ها اعلام کرده است که وزیر خارجه آن کشور در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با وزیران خارجه هلند و قطر و همچنان دبیر کل سازمان ملل متحد درباره افغانستان گفتگو کرده است. امیر حسین عبداللهیان بر ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید ورزیده است.
تاجیکستان از دو برابر شدن قاچاق مواد مخدر افغانستان به آن کشور نگران است. آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان گفته به علت ناپایداری سیاسی در افغانستان قاچاق مواد مخدر این کشور بیشتر شده. در این حال کابل میگوید که در پیکار با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر جدی است. حبیب الله واحدزاده رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر دولت تاجیکستان در یک نشست خبری از افزایش 69% قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. به گفته این مقام تاجیکستانی بیشتر مواد مخدر از ولسوالی‌های مرزی 5، شمس‌الدین، شاهین، شهر طوس و جیهون تاجیکستان کشف شده است. بر بنیاد ارزیابی‌های کارشناسان با روی کار آمدن حکومت سرپرست امارت اسلامی در افغانستان، انتقال غیرقانونی مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان دو برابر شده است. با وجود وعده حکومت برای مبارزه با مواد مخدر، کوکنار به گونه آزادانه در کشور کشت می شود. اروزگان یکی از این ولایت ها است. در پخوا پرتله سشکل موزو چه در شب خواهی بینم در دیر دی پر در پخوا. در پرو سشکل سشکل دیر دی. در ششکل در پرو شکل پسر چی دی. ششکل دیر پکرسی بید. مقام های محلی اروزگان یک بار دیگر اطمینان می دهند که جلو کشت کوکنار را در این ولایت خواهند گرفت. مو چهت اجازه نور کوسی مخدره مواد خرص او پر خلکو خرص کریشی. با این حال آگاهان مسائل نظامی تولید و قاچاق مواد مخدر را یکی از عوامل اصلی ناامنی ها در کشور می دانند. اصولی او د قانون تر چتر لاندې د دنیا د ملکونو سره قرارداد وسی دغه جنگونه به هم د جنگونو مخه به هم ونیول سی او افغانستان د پاره یو لویه پانګه به هم په اوس د قانون تر چتر لاندې برا جمع سی. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان شناخته می شود. تخمین زده می شود که ارزش سالانه مواد مخدر افغانستان 2.5 میلیارد دلار است، اما بیشتر این پول به جیب قاچاقبران و گروه های تبهکار واریز می شود. بحران های بشری و اقتصادی در کشور زندگی جوگی ها را نیز با چالش های فراوان روبرو کردند. شمار از خانواده های جوگی در کابل گفتند که از ابتدایی ترین حقوق و سهولت های زندگی برخوردار نیستند. این خانواده ها می افزایند که کودکانشان از مکتب رفتن محرومند. در این حال حکومت می گوید که برای رسیدگی به چالش های خانواده های نادار تلاش می کند. جوگی ها از محرومترین قوم در افغانستان. این شهروندان کشور می گویند که نه خانه دارند، نه وضعیت اقتصادی درست و نه هم در میان اقوام دیگر حرمت می شوند. عبدالوهاب نام دارد. می گوید که نزدیک به 24 سال می شود در منطقه سرسبزی شهر کابل زندگی می کند. او که سرپرست خانواده 7 نفری است، از بیمهری های حکومت می نالد. یک زندگی بسیار خراب داریم در این کشور. کسی دمانی سرپناه داده، نی نمره داده، اشتوکای ما هم در بدر است. محمد صابر یکی دیگر از جوگی ها می گوید که در حکومت پیشین در شهرداری کابل کار می کرد، اما اکنون از وظیفهش برکنار شده است. من در دولت سابقه فعالیت داشتم، مگم آمدن امارت اسلامی مرا حذف کردن، نمی دانم چرا. در همین حال شهرداری کابل می گوید که علت برکناری نماینده این بیجا شدگان نداشتن معیارهای نمایندگی نزد او بوده است. فرد را که شما نام میبرید متاسفانه از 2 معیار فاقد هست و نمیتونه وکیل گزارش به گونه مشخص این فرد در نایه مربوطه کدام جایداد مشخص نداره که یکی از معیارهای مهم وکیل شدن هست و در این حال تحصیلاتشان هم زیر بکلوریا هست. با این هم حکومت میگوید که برای حل مشکلات آوارگان و خیمه‌نشینان میکوشد. شهر کابل هم بعض از مهاجرین ما در شرایط نادرست به سر میبرند، از جمله مهاجرینی که در اطراف کابل هستند و یا در تپه ها زندگی نامناسب دارند، رسیدگی به این صورت خواهد گرفت. شمار دقیق از جوگی ها که از چندین دهه به این سو در افغانستان به ویژه در ولایت های شمالی زندگی می کنند در دست نیست. وقفه. از
581 سال روز تولد امیر علی شیرنوایی شاعر و سیاستمدار دوره تیموریان در یک مراسم در پایتخت بزرگ داشت شد. در این مراسم کارکردها و اثرهای برجا مانده از این شاعر کشور ستوده شد. شرکت کنندگان یاد بود از شعرهای ادبی و فرهنگی برای نسل کنونی را سودمند می دانند. از سال روز تولد امیر علی شیرنوایی شاعر و نویسنده ترک تبار دوره تیموریان و ظهیرالدین محمد بابر مؤسس امپراتوری بابریان در کابل بزرگداشت شد. شرکت کنندگان این مراسم این دو شاعر را چهره تاپناک در بخش شاعری، نویسندگی، نو حکومتداری و آبادانی در تاریخ کشور می دانند. در زمانهای خودشان کارهای شایسته ای را هم در عرصه سیاست، در عرصه حکومتداری، در عرصه فرهنگ، اقتصاد، صنعت و ایجاد از اینها یادگارهای خوبی از کابل گرفته تا جاهای دیگری به عنوان انسانهای مفید و همروزه ما میبینیم. شرکت کنندگان میگویند که امیرعلی شیرنوایی پادشاه نویسندگی و شاعری در زمان خودش بود که اکنون هم اثرهای او ماندگار هستند. در زمانی که امیرعلی شیرنوایی دربار سلطان حسین بایقرا وزیر بود و یک وزیر دانشمند بود، دهها کاروانسرای، دهها مراکز علمی، مدرسه، سرک ها دهی آبادانی شده. او عمرنه علم و ادبیات، فرهنگ و عموی خدمت یتگزش مرکزلر، تعلیمی مرکزلر، مسجدلر، پول پولچکلر، بنالر خروش بلند صف لگن. امیر علی شیرنوایی در سال 844 هجری قمری در هرات متولد شد و آموزش‌های ابتدایی را نزد پدرش که از جمله وزیران تیموریان بود فرا گرفت. اثرهایی که از او بر جا مانده‌اند از 30 تا 90 اثر گفته می‌شود که از این میان گرانبهاترین اثرش خمسه و خزائن المعانی می‌باشد. 500 خانواده آواره از جنگ و خوشحالی که در یک اردوگاه آوارگان در حومه مزار شریف زندگی میکنند از کمک های یک بازرگان بهره مند شدند. در این حال آوارگان گفتند که این کمک ها در مقایسه با نیازمندی های آنان اندک است و آوارگان به کمک های بیشتر نیاز دارند. همچنان وقفه. با بدتر شدن اوضاع اقتصادی در کشور، بازار فروش سنگ‌های گرانبها با خطر رکود روبرو شده است. شمار از فروشندگان سنگ‌های گرانبها گفتند کاروبارشان کمرنگ شده زیرا بیشتر مردم توان خرید کالاهای قیمتی را از دست دادند. کوچه انتیک فروشی شهر کابل. در این محله جواهر و اشیای گرانبهای دیگر ساخت و ساز از این و به فروش می رسند. عبدالهادی بیش از 20 سال است که در اینجا سنگ های گرانبها و نیمه گرانبها می فروشد. مالک های دکان، مالک های همی جایداد ها کرایه کم نمی کنند. دیگه تو مراحت نمی کنند. می تواندم که سودا نیست. کاربار مردم با مشکلات رو بروز. سنگ قیمتش بالا نرفته و استخراجش یکانا چیزیش که دلیلش که پیدا نمیشه یا قیمت است توقف کردن استخراج سنگ‌های معدنی افغانستان است. شماری از شهروندان کشور نیز میگویند که با بدتر شدن وضع اقتصادی، قطع کمک‌های خارجی و نیامدن گردشگران خارجی، سنگ‌های گرانبها بازار فروششان را از دست دادند. 6 سال شده که در این جمعه هم. مختلف سنگ ها را می خریم، مختلف انگشتر را می خریم، ولی قیمتش بسیار بالا رفته بعد از تحولات. به خاطر از اینکه دلار بلند رفتن، نرخ ها بسیار بلند رفته، کس نمی خرد، بازارم خود دکانداران نمی خرد. سنگ های گرانبها از جمله زمرد، یاقوت سرخ و سفایر ها و سنگ های نیمه گرانبها چون لاجورد و تورمالین از بخش های گوناگون کشور استخراج می شوند و یک بخش محدود آن در درون کشور به فروش می رسند. پیش از امارات اسلامی چیزها اخراج می شد. بعض مردم خود سرانه اخراج می کنند. چیز می کنند؟ اخراج می کنند به او خاطر دیگه ارزان هم بود. حالا فعلا که از روزی که امارت اسلامی آمده، امارت اسلامی فیروز شده، دیگه الو گپای خود سرانه کلش
بدل خدا از بین رفته. افغانستان و سنگهای گرانبها یک پیوند ناگسستنی حدود 6500 ساله دارد. این سنگها از ولایتهای چون بدخشان، پنشیر و نورستان استخراج و در درازی تاریخی باستان به بین النهرین، مصر و هند منتقل می شد. با افزایش بیکاری و چالش‌های اقتصادی زندگی کارگران در هرات سخت شده است. شمار از این کارگران گفتند که ماه‌ها می‌شود کار نکردند و نان خوردن ندارند. و گفته آنان با اینکه در ماه‌های پسین کمک‌های بشری از کشورهای مختلف به افغانستان سرازیر شده، اما تا هنوز این کمک‌ها به کارگران نادار نرسیده. ادامه خبر ده پس از درنگ کوتاه. نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان و حقوق بشر افغانستان درباره چگونگی رعایت حقوق بشر در این کشور با سازمان همکاری اسلامی در جده گفتگو کرد. رینا امیری رعایت حقوق بشر را در افغانستان مهم می‌داند و تاکید می‌ورزد که حکومت این کشور تعهداتش را برای برگشت زنان به آموزش و کار عملی سازد. او از سازمان همکاری های اسلامی می‌خواهد تا برای بهبود وضعیت حقوق بشر و ایجاد حکومت مشمول در افغانستان بر امارات اسلامی فشار بیاورد. رئیس کمیسیون تصفیه صفوف گفته که از آغاز روند تصفیه تا کنون 110 تن از نیروهای زیر سن را از صفوف امارات اسلامی بیرون ساخته است. لطیف الله حکیمی بر ادامه روند ایجاد اصلاحات صفوف نیروهای امنیتی تاکید می‌ورزد و می‌افزاید کسانی که شرایط حضور در این نیروها را نداشته باشند شناسایی و اخراج خواهند شد. شمار از استادان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی گفتند که تخصیص ذخایر ارزی افغانستان به نام غرامت به بستگان قربانیان 11 سپتامبر سرقت آشکار آمریکا را از پول افغانستان نشان می‌دهد. چند خبر کوتاه از جهان. وزارت دفاع روسیه به روز شنبه ویدیوهایی را پخش کرد که نشان می‌دهند نظامیان روس تمرین‌های نظامی را در کنار دریای سیاه آغاز کرده‌اند. وزارت دفاع روسیه می‌گوید که این تمرین‌ها از بر دفاع از سواحل کریمیه و قفقاز انجام می‌شود. این تمرین‌های نظامی در حالی انجام می‌شوند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که روسیه تصمیم گرفته است که بر اوکراین حمله نظامی کند. سازمان جهانی بهداشت هشدار می‌دهد که ویروس فلج کودکان در ایالت سند پاکستان و بخش‌های از آفریقا در حال گسترش است. این ویروس به ویژه در میان کودکان از فرد به فرد دیگر از طریق آب انتقال می‌یابد و پس از حمله بر سیستم عصبی بعضی اوقات در ظرف چند ساعت افراد را فلج می‌سازد. مقام‌ها در برزیل می‌گویند که هنوز 116 تن در نتیجه سیلاب‌های اخیر در بخش‌های این کشور ناپدید هستند. لغزش زمین و سیلاب‌های برخاسته از باران‌های شدید به روز سه‌شنبه در شهرهای پتروپلیس و ریو دو ژانیرو بیش از 117 کشته بر جا گذاشت. با این حال گروه‌های مددرسان در تلاش پیدا کردن افراد ناپدید شده و کمک به آسیب دیدگان این رویداد هستند. این سیلاب‌ها زیان‌های هنگفت و مالی را نیز به باشندگان بخش‌های سیل‌زده وارد کرده است. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر ده. شب خوش تا فردا. خدا نگهدار.